رو گوش بلند نکردم و هیچ همچی حرکتی رو با گوش نداشتم. من جز احترام و عشق بیشتر باهاش نبوده و این حرف هایی که داریم میزنیم محض دروغه. من به گوگوش زندگی دادم. وقتی گوگوش اومد تو زندگی من چیزی نداشت. وقتی از زندگی من رفت صاحب همه چی بود. چرا به روزها رفتم تو خونه به گوگوش؟ اونو من ساختم. اون کارا مال من بود. که گوگوش به اونجا رسید، شهرت زیادی به دست آورد، خونه زندگی داشت. وقتی جدا شد بهروز چی داشت؟ چرا بهروز اگه داشت چرا گوش در رفت خونش؟ اگه داروش داشت چرا داروش در رفت خونش؟ همین آمدن تو خونه گوگوش. اونجا اول گوگوش شدن و ثروت گوگوش خوردن، پولای گوگوش خوردن، عیاشی کردن و آخرش بهروز خونه گوگوش گرو گذاشت، رفت سینما سیلورسیتی رو خرید، دو تا قسطش رو داد، سینما رو فروخت و فرار کرد، اومد امریکا. برای چی بوده؟ همون همایون مصداقی که همه تو میگین که صاحب شرکت بیمه بوده، کدوم بیمه؟ پدرش کارمند بیمه بوده، خوش آه در بسا داشته. اگه کسی صاحب شرکتی بوده چرا گوگوش در رفته تو خونه؟ چرا اون اومده تو خونه گوگوش؟ همینطور آقای محسود کیمیایی به خاطر ثروت و شهرت گوگوش رفته تو خونهش و هنوز که هنوز داره ما رو میخوره. این حرفا چیه شما ها میزنین؟ دقیقه ثانیه‌ای که من گوگوش رو زدم، من پول گوگوش خوردم. یه خودم غیرت داشته باشین، تعصب داشته باشین، برین از گامبیز بپرسین، برین از خود گوگوش بپرسین. اگر راست میگم بیان بشینن جلوی من و بگن که من دست روش بلند کردم پول گوگوش خوردم. جز این که دنیا پول رو پاش ریختم در دنیا، شهرت بزرگی به دست آورد، چیز دیگه نبوده. گوگوش فقط با خودش عروسکاش آورد تو خونه، چیزی با خودش نداشت. حتی سیسمونی بچه را خانم پریبنای آورد. آخه یه خوردم برید داستانها رو گوش کنید و بفهمین که من چی میگم. چرا از گوگوش سوال نمی کنین؟ گوگوش واقعا زده خودشو به خاموشی و موشبازی، درست نیست. این از این بر از این بر خانم شهره با امیر قاسمی هی دقیقه زدی اون ویدیو رو پخش میکنن که من چرا گفتم فرودگاه رو میبندیم برای ورود گوگوش. گفتم من هیچ موقع نگفتم فرودگاه رو میبندیم، بلکه گفتم ورود گوگوش ما میتونستیم مردم رو دعوت کنیم به فرودگاه، تصادفهای زیادی به وجود بیاریم که مسافران به پروازها نرسن و پروازها حرکت نکنن به خاطر اینکه مسافران نرسیدن. و اون موقع خبرنگارا میان کی داره میاد این جمعیت برای چیه؟ میگفتیم که یه لژند داره میاد وارد امریکا میشه. خانم شهره دست از این کثافت برداریات بردار، این کرکبازی رو بذار کنار، نذار دیگه بیش از این دهنم برای تو باز شه و آبرو تو ببرم. اینو ده ها بار دارم میگم، من تا حالا فقط به خاطر شهرام برادر تو صرف نمیزنم. تو داری با شخصیت برادر داری بازی میکنی و خانواده برادر داری بازی میکنی و خانواده خود داری بازی میکنی. وای بار ملتی که تو میخوای استارش باشی. یه خود مواظب باشن گفتارهات و این درست نیست. و من از تمام دوستان میخوام که پی ببرن قضیه و بی خودی در باره من صحبت نکنن و نگن اینطور و اونطور. من یه آدم بیزنسمنی بودم، صاحب هتل و کابارو و تشکیلات، احتیاج به اینا نداشتم که اینا به من پول برسونن. او خانم هما احسان که میاد چرت و پرت میشینه میگه خانم سیاستمدار، که اصلا خودش کلپت در خونه من هم نبود، میاد سری سوالایی میکنه. تو از محمود جوزش صاحب پول بودی؟ او عقلش نمیرسه که گوگوش زمانی زن من شد تو تئاتر لاله‌زارنو میخوند. وقتی جدا شد دنیا میشناختنش، دنیا شهرت رو به دست گرفت. اینا پول نبود؟ پس گوگوش از کجا خونه آورد؟
از کجا زندگی شده در آورد و از کجا اومده داره اینجا میلیون ها دلار میسازه. خانم احسان من میبخشید یا میبخشید، فکر نمی کنم شما سواد و شعور یه مصاحبه با یه لجند رو داشته باشید که در اون تلویزیون پارس که من ماها روزی ماهی 5000 دلار میدادم که رو ار باشه و آخرش اجازه میدهی. آیا شما خانم گوش چقدر پول گرفتی که این مصاحبه کردین؟ این درست نیست خانم احسان، بهتره که بری زیر زمین بعد از خجالت بمیری که دیگه این سوالهای بی خودی نکنی. وقتی فهم و شعور نداری و نمیدونی دنیای زندگی گوش چی بوده و الان به کجا رسیده، سوالهایی که میکنین درست نیست. من از تمام مردم میخوام که اونایی که داستان رو برن تو یوتیوب نگاه کنن دونه دونه شو، برای اکامیز بپرسن بچه بوده تو زندگی اون بوده دیده، با اصلا دعوا داشتیم با هم، اختلاف داشتیم. برین از خدا گوگوش بپرسین، چرا من میپرسین، چرا بی خودی تکسای مختلف میزنی برای من. من ازتون میخوام هر تکسی میزنی دقیق دمیق همه اینا باشه که بتونین به واقعیت برسین، بی خودی تو آمد به کسی نزنین. شوهای چشمک و از برم غریب افشار و فرخزادی رو باور کن، همه فرخزاد و غریب افشار اینا همه شب که میشه دم دفتر من ها میسادن از من کدوم خواننده و کدوم آهنگ رو میخواستن که برم تو تلویزیون پخش کنم. ببین آقای قربانی، من خاطرات شما رو که میخوندم دیدم در همه جا شما با استواری و قدرت و محکم مشکلات رو حل میکردید و به اصطلاح به جلو میرفتید. تنها جایی که به نظر میامد که شما کنترل از دستتون در رفته بود و نمیتونستید کاری براش انجام بدید، مسئله جدایی شما و خانم گوگوش بود. در اون مورد چی میتونی به ما بگی که تو کتاب نبوده؟ اصلا فکر نمیکردم گوگوش همچین کاری. ما به گوگوش خیلی قدرت دادیم تو دنیا، شهرت خوبی داشت و در ایران هم قدرت گرفت، حتی خانواده بله به همه پشتش بودن و ما اون قدرت که بهش دادیم و محبوب شد از اون استفاده کرد، ما رو من رو کوبید. چجوری شما رو کوبید؟ به خاطر که ما کنیم که مثلا این ما که نیویورک بودیم پاریس، از پاریس من این رو فرستادم روم با خسرو پیشکاری و کامبیز، اونجا با بهروز اصولی که خب قبلا ما همیشه میمدیم ایران که بودیم، بهروز و پوری بنایی و اینا همیشه با ما بودن، میمدن میامه یا خونه یا این بر یا اون بر، یا ما سوقاتی میابردیم برای اینا. من تو پاریس بودم که بگوش زنی زد که ما رسیدیم، سورپرایزه، یکی میخواد با سوقات دیدم بهروزه، خلاصه به بهروزم چطور اینا گواره دارم فردا میرم مونیخ، خودم غلط میکنی بریم مونیخ، بعد باشی. من خیلی هشت ماه بود ما بیرون بودیم، نهیده بودم به روز اینا رو، گفتم نه باش نه من بیا به گوگوش هم گفتم آقا حسابش بذار تو حساب من تا من بیام. ما دو روز طول کشید تا رفتیم، برخورد اول با گوگوش اون برخورد قشنگ عشقی خودمون نبود. بیا و از اونجا بعدش هم به روز بگیرش هم موند و پرسحال کردیم رفت. از حالا یک گوگوش هم که خبرم ایران، حالا نگو مخ گوگوش خورده بود که بلنشو بیا ایران و این چیه تو اروپا، این از این شهر به اون شهر از این برنامه. شما آقای قربانی، شما از این مسئله مطمئن هستید که بهروز بوشوقی این اقدامات رو کرده بود؟ یعنی عملاً
قدم گذاشته بود جلو. این آره دیگه، وقتی هم که اومدیم ایران توسط بلازد اشرف این قدرت رو بهشون داد و بلازد اشرف با هویدا خواست و اینا هم رفت بودن گفتن محمود منو میزنه. عجب شما میزنید به من خانم روناشو؟ به خاکم ایران قصدم، به روی مادرم قصدم، من دست رو گوش بلند نکردم. عشق و خاکی و این همه بودو بودو مخارج سنگین. بابا یه خانه که در اون زمان همه فکر میکردن ما شطر سواریم، بیاد فستیوال میده مکان، بیاد فستیوال سن رمو، فستیوال کار شوخی نبود. شوخی نبود. این خانم گوگوش اصلا به اندازه نوک سوسن معرفت تشخیص نداشت، معرفت نداشت که من چه کارا کردم براش. یه دفعه تا قدرت گرفت این براها رو سر ما آورد، هم بچهش رو بدبخت کرد، هم ما رو به گرفتاری اون دا. شما گرفتاریتون به چه صورت شد؟ شما گرفتاریتون به چه صورتی شده بود که میگید گرفتارتون کرد؟ چیکار کردن؟ چی شد؟ خب دیگه همین برای طلا مثلا من رو بردن به اطلاعات شهرونی. من 9 روز اونجا بودم تا تقاضا طلا رو دادم. من گفتم تا خودش نگه که نمیشه که بردن بیمارستان که خوابونده بودیم. خب داستان های خیلی زیاده. به روز و پوران و اینا گوگوش رو به احتیاط کشیده بودن دیگه. عجب عجب. من که بودم هم ایران مشغول کاران بودم دیگه، به امان سرمونی که داریم میرم رفته خونه پوران. آخه در اون مقطع، در اون مقطع جان قربانی، در اون مقطع اگه من درست حافظه یاری بکنه، در اون مقطع خانم پوری‌بنایی و آقای بهروز بوشوقی با هم نامزد بودن. بله عاشق هم بودن و حتی سرمونی کامبیز و پوری‌بنایی داد اینی مادر. شما بعد از این همه سال، خب طبیعتا شما یک فرزند مشترکی با هم دارید کامبیز عزیز، شما آیا هنوز با خانم گوگوش در ارتباط هستید؟ آیا ما اصلا ارتباطی نداریم؟ این بدترین درد ما اینه که هر پدر مادری در دانشجوی از هم جدا میشن، مهم نیست، ولی خب فرزندی اگه باشه باید برای سرنوشت اون فرزند تشریح مساعی کرد، صحبت کرد. ولی متاسفانه گوگوش من تو اون بعد طلاق هر چیزهایی که میخواسته که براش انجام بدید با من تماس میگرفته. ما هر مثلا در امریکا مثلا یه دفعه باش صحبت نکردم. عجب. ولی با کامبیز در ارتباط هستیشون؟ حالا خانم گوگوش 3 سال نباش نیده، تلفونی هم صحبت نکرده، بچهش رو نهیده. عجب. شوشی داره میگی. عجب عجب. یعنی با کامبیز هم حتی ارتباط مستقیم عجب. این داست خجالت هم خوب چیزه. مثلا توی سن سال عاشق کی میشه؟ دست که نوش چند سال بزرگتر کی؟ همون رهای دیگه. همون رها. خب الان همون خجالت داده، خودش دور از جامعه کرده، دور از فامیل کرده. آخر باید کی باید آخر عمری زیر بالشو بگیره؟ هم دوتا نوه ها. بله بله. عجیبه. نه که بیاد نفرت به وجود بیاره نوه هم دیگه نخوام ببینم، نخوام اسمشو بیارم. عجب عجب. من یه همچین زنی که محبوب یه جامعه هست، یه ملته، باید سمبول باشه، باید به مردم درس بده چطوری زندگی، نه که درس های ناجور ازش یاد بگیرن مردم هم فالوش کنن. فکر میگنن کار خوبیه. نه اتفاقا الان نکته قشنگی رو قید کردید جناب قربانی، که من یادمه در اون موقع در ایران خانم گوگوش هر اقدامی که میکرد، حتی موی سرش رو نوعش رو عوض میکرد، بله همه
بله همه پیروی میکردن و جالبه که الان اینجا هم هنوز که هنوزه خیلی ها واقعا پیرو استایل ایشون هستن و این چیزی که شما دارید میگید واقعا شاید اثر بذاره در زندگی خیلی از این افرادی که پیرو خانم گوگوش هستن. عجیبه عجیبه. اجازه بدید آقای قربانی واقعا نکات خیلی جالبی رو مطرح کردن ولی برای اینکه یک اصطلاحات مختصری هم باشه ما بریم و برگردیم. من میخوام در مورد آینده از آقای قربانی سوال بکنم. میریم و برمیگردیم با محمود قربانی روی خط تلفن با شما هستیم. مرسی.